دوستان خوش اومدید مجدد به جلسه. امشب داستان موسی و شبان رو با هم دنبال میکنیم. قبل از اینکه داستان رو با هم شروع کنیم، من یه نکته کوچیک رو خدمتتون عرض کنم. اینجا چون صحبتایی که میشه صحبتها ضبط میشه و این صحبتها فقط برای اینجا هم گفته نمیشه، اینه که ازتون خواهش میکنم اگر تلفنتون روشنه تلفن رو خاموش کنین، چون برای ضبط این صحبت ها بعدن ما رو دوچار اشکال میکنه. این یه نکته رو در نظر داشته باشین. نکته دیگه این که این صحبت هایی رو که ما میکنیم در حقیقت یه مقداری شاید برای دوستانی که آشنایی با عرفان به خصوص عرفان ایرانی ندارن در بعضی جاها درکش یه مقدار مشکل باشه به خاطر نداشتن زمینه های گذشته. حتماً صحبت های گذشته رو گوش کنید که در چه رابطه هایی ما صحبت کردیم. یه نکته دیگه هم این که صحبت هایی که در بحث خودشناسی میشه به طور کلی و صحبت های عرفانی صحبت هایی نیستش که کسی خوشش بیاد از صحبت ها. ممکنه خیلی ها بدشون بیاد. در یکی از داستان هایی که از مثنوی میخوندیم مثل زخمیه که وارد بدن میشه و پذیرشش یه وقتای انسان رو شاید دچار اذیت بکنه. این صحبت ها برای خوش اومدن نیست. اینها یک سری حقایقیه که در ما جاریه و بدون استدلال میشه خیلی راحت با تجربه های زندگی بهش رسید. نکته آخر هم این که بعضی موقع هستش که در ارتباط با آشنایی یه موضوعی باید خود ما هم یه مقداری اقدام به یه مسائلی بکنیم، به درک بیشتر، به توجه بیشتر به صحبت‌ها و اشعاری که خونده میشه. من یه دوستی چند وقت پیش برام تعریف میکرد، میگفت من چند سال پیش تو ایران یک انجمن شعری بود، ما رفتیم، مثل که 4-5 سال پیش بوده، میگو رفته بودیم نشسته بودیم، یه آقای خیلی خودش رو علاقمند به ادبیات، به شعر نشون میداد که شعرا رو میشناسه و با اشعار نو و کهنه آشنایی داره. میگو وقتی ما نشسته بودیم یه آقای اومد پشت بلنگو شعر بخونه، این میخورد موهاش بلند بود و ریش داشت. میگو این آقا برگشت من گفتش که اه سهراب سپهری که میگن اینه؟ گو من گفتم نه این سهراب سپهری نیست، این حافظ اومده. گو آقا مسخره میکنی؟ گفتم نه برادر مسخرت نمیکنم، ولی خب تو یه ذره بیا تو باغ، سهراب سپهری 30 سال مرده تو داره این شعرها رو اون میخونه. اینه که دوستان توجه داشته باشن که یه مقداری هم باید توی باغ بود در رابطه با صحبت هایی که میشه. این صحبت ها به خصوص در مورد جریاناتی گفته میشه که انسان ها تجربیاتی دارن و این تئوری ها و این صحبت ها به قول عرفای ما عرفان نظری، چیزی که در اینجا در جریان هست، بسیار حادیه برای اون دریافت ها که این داستان امشب ما موسی و شبان هم بیانگر این موضوعه. به هر حال در جلسه قبل صحبت اساسی که ما کردیم سر این بود که باید با نوع سادگی با دریافت ها برخورد کرد، از پیچیدگی های ذهنی به دور باید بود، و صحبت ما سر این بود که صداقت با خود، وقتی که دروغ میگی، وقتی که حسادت میکنی، وقتی که تمام چیزهایی که ما رذایل اخلاقی مینامیمشون، ببین اینها رو، وقتی اینها رو میبینی خیلی بهت کمک میکنه. این داستان در رابطه با این موضوع پیش میاد. داستان موسی و شبان از قرر داستانهای مثنوی. همه شما این داستان رو شاید از دوران دبستان توی مدارس خوندیم ما، حالا به صورت مختصر اول و آخر داستان رو میدونیم، اما شاید خیلی ها از شارحین و مفسرین مثنوی این رو کلیدی ترین داستان مثنوی گفتن. خیلی داستان فربهیه. ما در این داستان مجبوریم کشیده شیم به فرهنگ دینی، به آیات، به احادیث و
طبق تمام صحبت‌هایی که من همیشه داشتم، ما به هیچ عنوان نه طرفدار دینی هستیم، نه بر مخالفت دینی هستیم، تک طرز فکری رو رد میکنیم یا تایید میکنیم، فقط یک صحبت‌های کلی رو میکنیم. اگر در رابطه با این داستان مجبور میشیم زیاد از اسلام، از قرآن، تورات و گهگاهی از انجیل صحبت کنیم و یا بودا، اینها به هیچ عنوان به این معنی نیستش که عقیده‌ای داره تبلیغ میشه. مجبوریم برای باز شدن صحبت‌ها این حرفا رو بزنیم. قبل از اینکه من حرفای خودم رو بزنم، باید چند تا از صحبت‌های اصلی رو که شارحین مثنوی در رابطه با این داستان گفتن من بگم، که بعد وارد صحبت‌های خودمون بشیم که داستانمون و صحبت‌هامون کامل باشه. شارحین مثنوی در رابطه با این داستان این صحبت‌ها رو کردن که این داستان در خیلی جاها نیست، یعنی در خیلی از، یعنی اصلا در هیچ کتابی شاید اینو پیدا نمی‌کنید. بعضی ها گفتن که این شباهتی داره به داستانی که در شرح ابن ابوالحدید وجود داره. ابن ابوالحدید از اولین مورخین تمدن و تاریخ اسلامه، خیلی قبل از طبری و اینها این تاریخ نوشته. در اونجا یک داستانی رو اشاره میکنه که حضرت موسی یک عابدی بود که باهاش خیلی دوست بود. یک زمانی این عابد به حضرت موسی گفتش که همینطوری که من این مرکبم علف میخوره، کاشکی که مرکب خدا هم بیاد و من بهش علف بدم و ازش نگهداری کنم. حضرت موسی خیلی دلگیر شد از این صحبت. وحی بر اون نازل شد که تو با این عابد کاری نداشته باش، بذار اون کاری رو بکنه که باید بکنه. این در شرح ابن ابوالحدید هست. در احادیث متفاوت و تاریخ‌های متفاوت اسلامی شبیه این داستان رو این آوردن که در زمان پیامبر اسلام، پیامبر نماز می‌خونده و یا ظاهراً در مسجد بوده و یه عربی مشغول به نماز خوندن بوده. در نماز در سوره‌ای که می‌خواد بخونه، سوره نازعات رو می‌خونده. به اینجا میرسه که در سوره نازعات آیه‌ای هست که فرعون گفتش که انا ربکم الاعلا. وقتی به این آیه رسید، یعنی من پر رب بزرگ شما هستم، این رو قرآن از دهن فرعون نقل میکنه، این عرب گفتش که کذب ابن زانیه، غلط میکنه این زنازاده که این حرف رو میزنه. مردم دیگه ریختن سرش که تو وسط نماز حق نداری کلمه ای رو از خودت بگی. بر پیامبر وحی شد که این رو راحت بذارید، بذارید هر جوری که دلش میخواد صحبت کنه. این دوتا موضوعیه که در رابطه با این داستان عموماً شارحین مثنوی گفتن. اما یه نکته رو که من خدمت شما عرض کنم در همین رابطه این داستان، شما این داستان رو در شرح ابوالفتوح رازی، ابوالفتوح رازی هم تفسیر داره بر قرآن و کتاب‌های متعددی داره، مثلا کتاب ابوالفتوح رازی، تفسیر ابوالفتوح رازی از تفسیرهای معروفه، اون این داستان رو آورده، منتها نه به این صورتی که مولانا برای ما آورده، خیلی مختصره و خیلی کوتاه مطرح کرده این داستان رو. این هم یه نکته دیگه. داستان موسی و شبان رو بیشتر برگردوندن به نزاع میان عقل و عشق و اینجور شرح دادن. یکی دیگه از شروحی که رو این داستان رفته، بحثی هست در رابطه با تنزیه و تشبیه. از بحث‌های کلامی هست، علم کلام به طور کلی علمی هستش که فلسفه است، منتها فلسفه دینیه، یعنی شما اصول هر دینی رو براش قواعد عقلی پیدا میکنید. مثلا در رابطه با توحید که صحبت میکنین، توحید رو به صورت فلسفی توضیح میدید با دلیل و قرائن، همینجور معاد و و و چیزهای دیگه. در اونجا ما یه بحثی داریم به نام تشبیه و تنزیه. خیلی از این متکلمین، این علم هم در یهودی ها هست، هم در مسیحی ها هست و هم در اسلام هست،
متکلمین که صحبت میکنند، شما در دینهایی مثل دین یهود و یا در دین اسلام مسئله تنزیه رو زیاد میبینید. در مسیحیت شما تشبیه رو زیاد میبینید. تنزیه یعنی جدا کردن، منزه کردن. تشبیه هم یعنی صورت سازی. در اسلام و یهودیت اونقدر خدا رو از صورت و داشتن صورت جدا میکنن که به هیچ شکل و شباهتی نباید تشبیهش کرد. لیسه که مثل ایشه. این خیلی صحبت مهمیه در اسلام. در مسیحیت شما بیشتر مسئله تشبیه رو در نظر میگیرید. ببینید، ما وقتی راجع به خدا صحبت میکنیم، هر کدوم از مایی که اینجا هستیم خدایی داریم که این خدا به وسع و اندازه و هم قد ماست. ما هزار تا خدا بیرون نداریم، ما یک خدا بیرون داریم. ولی اگر به خودتون نگاه کنید، هر کسی خدای اون هم قد و هم قواره خودشه، به اندازه فهم خودشه. اگر من یا هر کسی از مهربانی خدا صحبت میکنه، انسان اول از همه مهربانی انسانی در نظرش میاد. اگر کسی از خشم خدا صحبت میکنه، خشم انسانی در نظرش میاد. و اگر کسی از علم خدا صحبت میکنه، علم انسانی به نظر میاد. برای کسانی که بیشتر به راه تشبیه رو میرن، راهی ندارن جز اینکه صورتگری کنن. در هر صورت در ادیان مسئله تنزیه خیلی گفته شده که خدا به هیچ صورتی، به هیچ شکلی، هر جوری که تصورش بکنی، در حقیقت راه خطا رفتی. این هم بحث تشبیه و تنزیه بود که راجع به این داستان شده. اما حرفایی رو که خودمون باید بزنیم. قبل از اینکه داستان رو با هم بخونیم، شما در نظر داشته باشید یه موقعی که به هستی نگاه میکنید، هستی رو اونقدر دور از خودتون میبینید، هستی رو اونقدر وسیع و بزرگ میبینید. اگر این مسائلی که راجع به سپیس وجود داره، راجع به فضا، فاصله های ده به توان خدا میدونه چند بین این کهکشان ها، بین این کیهان ها نگاه میکنید، در واقع تصور میکنید که این یک زمینی که اصلا به اندازه یک نقطه به حساب نمیاد در این کیهان، و اگر این کیهان آفرینندهی داره، آیا واقعا نظری به ما میکنه؟ آیا اصلا اینقدر به ما نزدیک هست که ما رو حتی به اندازه لحظهی مورد توجه قرار بده؟ این بحثا امروز با گسترش علم و علم کیهانشناسی خب شاید خیلی نزدیکتر به ذهن، ولی در قبل هم این داستان ها بوده که چطور میشه اگر آفریننده ای هست به ما به این صورت نظر کنه. این از مسائلیه که خیلی زود به ذهن انسان میرسه. اما عرفا ما رو متوجه یه موضوعی میکنن، و اون موضوع اینه که شما در درون خودتون تجربیاتی رو دارید که این تجربیات برای شما قابل بیان و تفسیر و فرمول بندی فکری و عقلی نیست. نمیفهمید چیه، میدونید یک جریاناتی در درونتون میگذره، ولی هیچ علمی، هیچ فلسفه‌ای اینها رو نمیتونه براتون توضیح بده. در حقیقت ما دارای یک نوع دریافتی هستیم که این دریافت ما رو میکشونه به مسائل عرفان. در این جلسه ما فقط مجبوریم راجع به مسائل عرفانی و فرهنگ دینی صحبت کنیم. شاید متفاوت باشه با صحبتهایی که تا الان میکردیم با هم، ارتباط داره، ولی مجبوریم این صحبتها رو در این رابطه بکنیم. ببینید، شما یه زمانی هستش که یه چیزهایی رو تجربه میکنید. برای تجربه کردن این موضوع اصلا احتیاجی نیستش که دانشمند باشید، فیلسوف باشید، از یک عقل خیلی پیشرفته‌ای برخوردار باشید. به عنوان مثال، مسئله برق گرفتگی رو شما در نظر بگیرید. این گذشتن جریان الکتریسیته از بدن انسان
هر کسی میتونه این تجربه رو داشته باشه. در زمانهای گذشته هم داشتن، الان هم دارن. این یک تجربه است. این تجربه رو انسان ناندرتال هم میتونه بکنه، انسان 10,000 سال پیش هم میتونه بکنه، شبان هم میتونه بکنه، موسا هم میتونه بکنه، اینشتین هم میتونه بکنه. این تجربه ربطی به این نداره که من در چه لول فکری هستم. اما توضیح این تجربه که اصلاً چطور میشه که به وسیله این حالا ارتباط الکتریکی یا جریان الکتریسیته این حالت در من به وجود میاد، این احتیاج به علم داره، احتیاج به عقل داره. اینجا فیزیک پاش میاد وسط، بیوفیزیک میاد وسط، بیوشیمی میاد وسط که توضیح بده اساساً چی میشه که وقتی الکتریسیته وارد بدن شما میشه، شما مثلا این حالت رعشه رو دارید، اون شرایطی که انسان پیدا میکنه. این میشه توضیح اون داستان، ولی نمیشه اون تجربه. میشه اینها رو همه رو توضیح داد ولی اون تجربه رو نداشت. میشه اون تجربه رو داشت ولی علتهاش رو ندونست. در داستان موسی و شبان یکی از نکته هایی رو که داره برای ما بیان میکنه اینه که تجربه هایی رو شما کردید که این تجربه ها رو علتهاش رو شاید نمیدونید. و بیانش اینه که شما چطور میتونید و چطور میشه به وسیله همین فکری که این عقلی که ما این همه راجبش صحبت کردیم برای این نظریه داد و این نظریه رو بیان کرد که میشه همون عرفان نظری تا یه حدودی که قابل درک باشه. چون میبینید همیشه میگه همش رو نمیشه توضیح داد. یه مورد دیگه که در این داستان وجود داره و از قرر مسئله اینه که حضرت موسی به عنوان یک پیامبر، به عنوان یک پیامبر اولوالعزم در مقابل یک شبان قرار گرفته. در داستان پیرچنگی عمر در مقابل پیرچنگی قرار گرفته بود. در این داستان شاید یکی از بزرگترین پیامبران الهی شناخته شده در مقابل، برای میگم شناخته شده نظر فرهنگ دینی میگم، در مقابل یک شبان قرار گرفته. ما وقتی که در ادیان سیر میکنیم، اگر دقت کرده باشین در طول عمرتون، همیشه قدیسین هر دینی، انبیاء یا اولیایی که تو اون دین بودن، اینها کاملترین و بی‌نقص‌ترین انسان‌ها نشون داده شدن. یعنی همیشه به ما گفتن که آقا وقتی کسی به این مقام نبوت رسید دیگه همه چیز رو میدونه، رابطه این کیهان رو با اون کیهان میدونه، میدونه تو اون کره مسیرش چجوریه، حرکات ذره‌ای رو در دل اتم‌ها میدونه، حتی عمیق‌تر از اون رو میدونه، حتی اگه بهش اسباب و وسایل بدید و فهم و شعور مردم برسه میتونست چه میدونم پیشرفته‌ترین هواپیماها و موشک‌ها رو درست کنه. غیر از این شما از خیلی از پیروان، نمیگم همه پیروان، نه ادیان نمیشنوید در رابطه با انبیاشون، مقدسینشون. در اینجا به ما میگه نه تنها اینها انسانهای بسیار معمولی بودن مثل تمام شماها، نه تنها اینا خبردار از هیچ کدوم از این علومی که شاید در دوران مولانا بوده و حالا در امروز در دوران ماست و یا در آینده خواهد بود خبردار نبودن، بلکه در درک مفاهیم معنوی، همون جریان الکتریسیتهی که یک تجربه است، اینها کامل مطلق نبودن. اینی که ما راه کمال رو بر تمام انبیا و اولیا میبندیم و اینها رو کامل ترین کامل ها میدونیم و مشرف بر همه چیز میدونیم، در این داستان اشاره به این موضوع داره که همچون چیزی نیست. خیلی احساسات رو، خیلی دریافت ها رو میتونه یک چوپان بی سوادی که حتی درک صحیحی از بیان الوهیت نداره داشته باشه که موسی نداشته باشه. اینا خیلی نکته های مهمیه، بهش دقت کنید. یعنی شما میدونید حضرت موسی رو میگن کلیم الله،
یعنی کسی که مستقیما با خدا حرف میزد. پیامبران دیگه با واسطه فرشتگان و جبرئیل با خدا صحبت میکردن. موسی تو همون داستانی که میدونید در تورات هست و البته در قرآن هم هست، به همسرش میگه من آتشی رو میبینم، نگه بدم یه مقدار از این آتش برات بیارم. آتش باهاش صحبت میکنه، به آتش میگه تو چی هستی؟ میگه من هستم همونی که هستم. مستقیم باهاش صحبت میکنه. این کلام در توراته، البته در قرآن یه مقدار متفاوت تر اومده. ولی یک همچون کسی که یک همچون ارتباط مستقیمی رو داره میتونه در یک جاهایی کمالی رو که یک شبان داره نداشته باشه. خیلی به این نکته توجه داشته باشید، برای امروز زندگی ما خیلی خوبه. دست از این مطلق تراشی ها و این کامل تراشی ها، اینی که انسان ها رو مطلق میکنیم، انسان ها رو در یه جاهایی اگر بهمون میدون بدن از خدا هم بالاتر میشونیم، به ما خیلی کمک میکنه. مهمترین مصداق بت‌پرستیه. بت‌پرستی فقط یک سنگ و چوب رو پرستیدن نیست، اینه که انسان هایی که حالا دریافتی داشتن، وحی بهشون شده، دیگه اینا رو مطلق میکنه. این نکته دیگه ایه که در این رابطه بیان میکنه. و در این رابطه بیان میکنه که خیلی از انسانها میتونن مثل شبان کفر بگن، میتونن خدا رو به زبان قبول نداشته باشن ولی تجربه الهی رو داشته باشن. شبان در حقیقت داره کفر میگه، خدا شیپیش نداره که تو بخوای تمیز کنی. میتونی تو به زبان کفر بگی ولی به دل اصطلاح دینی مؤمن باشی. شما اگر تایلند تشریف برده باشین یا هند رفته باشین، بودایی های زیادی رو میبینید. این بودایی ها اکثرا وقتی بهشون میگید خدا، میگه نه نه نه، ما خدا رو به اون صورتی که شما میگید ما خدا نداریم. خیلی هاشون این طرز فکر رو دارن که خدا رو به اون اسمی که ما میاریم نمیپذیرن. ولی تمام اینها تجربه الهی رو دارن، لمس کردن اون تجربه رو، و الا دلیلی نداره که اون جوون از تمام نعمتهای زندگی دل بکنه، بشینه پای مجسمه بودا و تمام عمر رو در مدیتیشن بگذرونه. من وقتی که با اینا صحبت میکردم میدیدی این خیلی پره. داخل پرانتز بگم، در هر دینی شیاد وجود داره، در هر دینی کلاهبردار هست، من راجع به اونا صحبت نمی کنم. این واقعا پره، خیلی تجربیات عمیقی رو داره که به زبون نمیتونه بیان کنه، ولی خب در عمل اون چیزی رو که ما اسمشو میذاریم خدا بیان نمی کنه. چی اینو کشونده در کنار اون مجسمه؟ چی این رو نشونده که بشینه و از کنار این مجسمه تکون نخوره و تمام عمرش رو در اون مدیتیشن بگذرونه؟ همین این درکه دیگه، اینا شاخ و دوم که نداره. حتما نباید بیایم یه ظاهری رو آراسته کنیم، صحبتایی که در جلسه قبل میکردیم که آقا من یک ظاهر آراسته‌ای دارم و بسیار مقدسم، رو یه ادم یه تبلیغاتی برام بکنن و بعد من دیگه بشینم بالاتر از خدا. کار روزانه ماست. این همه دوستانی که میگن میدونیم، دقت بکنن به این موضوع، آیا واقعا میدونیم؟ مقدس تراشی به این صورتی که انسانی کامله و بالاتر از اون دیگه وجود نداره. شما این داستان رو عیناً در قرآن به شکل دیگه میبینید که در اواسط این داستان بهش میرسیم، که موسی با عبدالصالح در سوره کهف برخورد میکنه. این یه موضوع دیگه که در رابطه با این داستان داشته باشید. یک موضوع دیگه که در رابطه با این داستان باید صحبت کنیم، ببینید ما هممون اگر به تک تک دلهای خودتون نگاه کنید، به تجربیات زندگیتون نگاه کنید، شاید انسانی رو پیدا نکنید که حظی و تجربه‌ای از دریافت‌های درونی نداشته باشه. همه ماها خیلی جاها مستعصل شدیم،
به اون حالت استیصال رسیدیم و خواستیم و گرفتیم. خیلی وقتا هم نگرفتیم، خیلی وقتا تجربیات زیبایی داشتیم، تجربیات خیلی زیبایی داشتیم، خوابهای خیلی زیادی رو داشتیم که مطمئن بودیم این خوابها خوابهای صادقه، رویاهای صادقه، و شاید خیلی هاشم در زندگی بیرون ما این رویاها به حقیقت پیوسته، ولی هیچ موقع نتونستیم درست توضیحش بدیم. یکی از علتهایی که ما در این راه رهزن شدیم و راهمون رو زدن و این درک ها رو نتونستیم درست انجام بدیم، من از نظر فرهنگ دینی میگم، بعد از نظر عرفانی بازش میکنم، وجود شیطانه. شیطان راهزنه در فرهنگ دینی. حالا شما شیطان رو میخواید به صورت اون فرشته‌ای بگیرید که از دهنش خون میاد و نمیدونم، حالا یا ملکی که بوده، هرچی که بوده، دوتا شاخ داره و میاد و این چیزه که تو این فیلم ها درست میکنن، و یا راهزنی تمام صحبت هایی که من تو این یک سال کردم خدمتتون در رابطه با فکر و اینکه فکر انسانی و حظ بردن از لذایز زندگی انسان رو به کجاها میرسونه که راه دیگران رو بزنه. اون چیزی که در قلب انسان اتفاق میفته به عنوان مکنونات قلبی، اون یا باید در قلب انسان بمونه و یا باید به انسانی که این کار است و میشناسیم نباز از طریق تبلیغاتی که برای یه قدیس میشه، شناختی که شخصا پیدا میکنیم. من در داستانهای گذشته بارها خدمتون گفتم مولانا اکیدن تأکید میکنه اینی که ما میگیم پیر، اولا پیر تو رو پیدا میکنه، تو پیر رو پیدا نمیکنی. دوما اگر میخوای کسی رو به عنوان راه بر انتخاب بکنی در این راه، حتما شخصا بشناسش، شخصا باهاش حشر و نشر کن. اینی که آقای فلانی 2 میلیون پیرو داره نمیتونه بیاد با تک تک بشینه، آقای فلانی برای خودش میدونه که اینها رو داره. زمانی شما میتونید از راهبری صحبت کنید، از هدایتی صحبت کنید که اون هدایت در حقیقت باهاش نشستید و بلند شدید، تجربهش کردید. این حرکات قلبی و این تجربیاتی که برای هر کدوم از ما پیش میاد خیلی جاها راه این زده میشه. ما خوابی رو میبینیم که بسیار سبکه، بسیار صادقه، در مدیتیشن ها، حتی در غیر مدیتیشن ها، در خیلی جاهای دیگه تجربیاتی داریم که به ما پروبال زیادی میده، ولی متاسفانه راهش زده میشه. در قرآن، از بدیم من اینو براتون بخونم چون شبیه به این حرف هاست که در داستان موسی و شبان اومده. و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیت فینسخ الله ما یلقى الشیطان ثم یحکم الله به آیاته والله علیم حکیم. میگه ما رسولی را نفرستادیم از قبل، که البته من فکر میکنم جریان همیشگیه. این آیه در این آیه 51 سوره حجه، این همون آیه‌ایه که در کتاب‌های آدم‌های مثل سلمان رشدی پیدا می‌کنید و به این آیات استناد کردن. من حالا وارد اون بحثا نمی‌شم. میگه شما هیچ زمانی پیدا نمی‌کنید که ما رسولی فرستادیم یا نبی فرستادیم مگر اینکه در قلب تمنایی بود و شیطان راه این تمنا رو می‌زد و شیطان راه این تمنا رو میزد. شما به هیچ عنوان در این زندگی دنیا در دریافت حقایق، درک کردن اون جریان الکتریکی تنها نیستید. اون چیزی رو که شما احتیاج دارید بحثیه که باید در درون به توکل برسید
وقتی که اون عشق واقعی بود، وقتی که به دور از تمام این ظاهرها بود، شما بدونید خدا شما رو تنها نمیگذاره. این نه تنها فرهنگ دینیه، این از جزء بدیهیات به قول فیلسوف ها نظریات عرفانیه. شما تنها نیستید، پیام براتون میاد. وقتی که قلبتون تمنا داشته باشه، راهنما منتها کجا راه زده میشه؟ همون جایی که تو این یک سال این همه گلو پاره کردم که مواظب باشید به نکته هایی. هر کسی که میاد در سر راه شما و یا هر چیزی که به شما معرفی میشه شهد نیست، میتونه سم باشه. تو قلبت رو پاک کن، و پاک کردن قلب رو من توضیح دادم جلسه قبلم، خیلی راجع به این موضوع صحبت کردم. قلبت رو پاک کن، به هیچ عنوان به گناهان و ثوابهای دینی ما کاری نداریم. تو فقط بدون که دروغ گفتی، تو فقط بدون که حسادت کردی، فقط ببینش. وقتی که دیدی، عرفان به ما میگه که تو فطرتت الهیه. تو وقتی دیدی کار رو میکنی که شایسته مقام ربوبی تو نیست، اگر اون فطرت در تو زنده باشه، اون قطره پیش داده شده الهی زنده باشه، تو از اون کار دست برمیداری. اگر همون فطرت مرده، دیگه ولش کن، هیچی تو رو عوض نمیکنه. این همش جامعه بیرونه که بر ما فشار میاره که تو باید عوض شی. در این بحث تو دیدن مساوی با تغییره. اگر میدونی دروغ گفتی، دروغ گفتن رو نپیچ لای خیلی چیزها. ما خیلی جاها دروغ میگیم، ولی در اون دروغ گفتنمون واقعا معصومیت داریم، نمیدونیم داریم دروغ میگیم. انقدر گفتیم و تو ماسک های متفاوت پیچوندیمش، انقدر حسادت کردیم. حالا من دو تا سه تا چهار تا به ذهنم میرسه از اینجور رذایل اخلاقی بسیار زیاده. انقدر اینها رو پیچوندیم که خیلی جاها دروغ میگیم، ولی نمیدونیم داریم دروغ میگیم. خیال میکنیم داریم یه کار ثوابی انجام میدیم، یه کار خوبی انجام میدیم. اگر به صداقت با خودت برسی، عیان میبینی. اگر عیان ندیدی، تمام این صحبت ها رو بریز دور، وجود نداره. کسی که خدا رو عیان نبینه و باهاش مستقیم ارتباط نداشته باشه، پس به قول حافظ نباید باور داشته باشه که چیزی هست. اگر عیان نمیبینیش، به خاطر اینکه خیال میکنی عاشقی، خیال میکنی دنبال این راه داری میری، خیال میکنی که واقعا همه زندگیت رو برای این میذاری. ما اینها رو به زبان میگیم، ما اینها رو به خیلی جاها عملهای دینی انجام میدیم، نمیدونم مکه میریم، نمیدونم نماز میخونیم، کلیسا میریم، اما هرگز مثل شاید اون بودایی که هیچ کدوم از اینها رو نمیگه و نه قبول داره، اما عملا تجربه میکنه اون حس رو، اون عشق رو، اون شهد رو، این کار انجام نمیدیم. فقط یک لقلقه زبونمونه. و این دروغ ها انقدر در ما جدی شده که وقتی خودم باور میکنم که ایرادی ندارم، من چطور پس خدا به من وحی نمیکنه؟ اینجا شما در این داستان بدونید، حالا داستان رو میخونیم، خودش قشنگ باز میکنه. اگر خدا باهات حرف نمیزنه، مشکل از توه. امکان نداره خدا صحبت نکنه. اگر قرآنت رو قبول داری که مسلمانی، قرآنت همین رو میگه. اگر به عرفان معتقدی، عرفان داره همین رو میگه. و چرا تو وسط داستان که برسیم، گفتار انجیل و تورات در این زمین ها رو خدمتتون میدم که هیچ کتاب مقدسی نیست که این حرف رو نزنه. اگر جایی اشکال داره، فقط به خاطر اون صحبتایی که من تا الان کردم. ما متوجه این داستان نیستیم که در ارتباط با اون هم دروغ میگیم. من یه دفعه سر داستان توتی و بازرگان خدمتون گفتم، در این راه متاسفانه با کسی رو در رو هستید که این کس به شما از خود شما نزدیکتره، اون خود شمایید، و به اون نمیشه دروغ گفت. با دروغ گفتن به جایی نمیرسیم. منتها این دروغ ها، این رذایل رو اونقدر پیچوندیم
که برای خود ما خوشبو شده و همون بویی که ما رو زمین میزنه. کلامی رو از شمس تبریزی نقل میکنن، میگه که به حسابتون برسید، قبل از اینکه به حسابتون برسن، قبل از اینکه از این دنیا برید. به حساب رسیدن به معنی گناهان و ثوابان دینی نیست. ما باید بفهمیم که واقعا کی هستم. اینقدر پیچیدگی هایی که در خودم به وجود میارم، دیگه خودم رو در خودم گم میکنم. به همین خاطر من به اون سادگی نیاز دارم برای درک این موضوع. یک غزلی رو من از حافظ براتون بخونم، یه مقداری شاید کام هممون رو شیرین بکنه، بعد دیگه وارد داستان بشیم. غزلی هست در حافظ، در غزلیاتش میگه: روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست، در غنچه‌ای هنوز و صدت عندلیب هست. عندلیب یعنی همون بلبل. گر آمدم به کوی تو چندان غریب نیست، چون من در آن دیار هزاران غریب هست. نترسید، همه انسان ها در این بارگاه غریبن. یعنی این نیستش که شما فکر کنید حالا حتما آقای فلان یا فلان قدیس به جاهایی رسیده که من به اونجاها راه ندارم. هر کدوم از ما به اندازه خودمون راه به خیلی جاها داریم. یک کلامی از سعدی هست، حتما خیلی شنیدید، میگه که در این میگه: محتاج و غنی خاک این درگهند، آنان که غنی ترند محتاج ترند. شما فقط بحث مالی نگیرید، فقط صحبت مالی نیست. اون کسی که در این تجربه ها غنی تره، این تجربه رو بیشتر درک کرده از منی که درد ندارم و فقط حرف میزنم، خیلی محتاج داره. من که دردی ندارم که بخوام احتیاجی داشته باشم. کسی که این تجربه رو کرده، حالا انبیا هستن، اولیا هستن، اونها محتاج ترن تا کسی که هیچ دردی نداره. کسی که دردی نداره که احتیاجی نداره. در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست، هر جا که هست پرتو روی حبیب هست. ما فقط به این زبان نگاه میکنیم. در فقاهت، در هر دینی، نه فقط در اسلام، اصلا مهم نیست تو دل چی میگذره. مهم اینه که هر کس زیر سایه شمشیری ایمان آورد به اون دین، این طرفدار اون دین حساب میشه. در صورتی که در اینجا به ما میگن دل رو مینگرن، زبون رو نگاه نمی کنن. تو زبون هر چی میخوای بگو، هر چقدر میخوای خودت رو به دیگری تنزیه کن، چیزی عوض نمیشه. اونی که در درون تو میگذره مهمه، اون رو دارن میبینن. آنجا که کار صومعه را جلوه میدهند، ناقوس دیر راهب و نام صلیب هست. عاشق چه شد که یار به حالش نظر نکرد؟ ای خواجه درد نیست، وگرنه طبیب هست. درد نداریم، فقط دنبال اون حالتی هستیم که در این حالت بتونیم راحت تر به زندگی مادیمون ادامه بدیم. اگر درد باشه طبیب هست. این صحبتی رو که من خدمتتون میکردم، عاشق چه شد که یار به حالش نظر نکرد، این جزء بدیهیات عرفان ماست. اگر دل بره امکان نداره بهت نظر نکنن، جزء سنت الهیه. مشکل تو اینه که دل رو ندادی. اگر دل رو داده بودی حتما بهت نظر میکردن. یه داستانی در همین مثنوی هست، در همین رابطه، میگه یه زمانی یه آقایی داشت میرفت، یه نفر دیگه با دست زد پس گردنه این. این یه صدایی داد و این خیلی دردش گرفت. اونی که
ضربه رو خورده بود، کتک رو خورده بود، برگشت اینو بزنه، این گفت یه دقیقه صبر کن قبل از اینکه منو بزنی بیا یه صحبتی با هم بکنیم. گفت چی؟ گفت ببینم اینی که من با دست زدم پس گردن تو، این صدا از دست من بلند شد یا از پس گردن تو بلند شد؟ گفت میدونی چیه؟ گفت مهم اینه که تو دردت نیومده، هی میخوای فلسفه ببافی، ولی من درد دارم. اگر به اون درد برسی اصلا و ابدا نیازی به این نیست که بخوای کشتی طوفان زده زندگیت رو، دریا رو اونچنان طوفانی کنی که خودت در این دریا غرق شی. احتیاجی به این داستان نیست. ببینید ما یه صحبتی کردیم که یار دوست می‌دارد این آشفتگی، تلاش بیهوده به از خفتگی، اینا جای خود، تا دم آخر دمی غافل مباش. همه اینا درسته. این به معنی این نیست که من بلند شم برم از این ور به اون ور، مثل داستان قبلی که هی اون فیلسوفه میگفت پا برهنه و تن برهنه، این ور میدوام اون ور میدوام یکی یه لقمه نون بهم بده ببینم از کجا چی میتونم بگیرم. مهمترین موضوع که میگه تلاش بکن، من دفعه قبلم خدمتون گفتم مهمترین و سختترین کاری که ما میتونیم بکنیم ساده دیدن خودمونه. این بسیار مشکله. عمده ترین موضوعی که ما این تلاش رو داشته باشیم و بعد هم قضاوت نکنیم خودمون رو به خاطر بیرون. اگر این هستی هستی، فطرت الهیت از درون باید تغییرت بده. با کتک و تنبیه دیگران تو عوض نمیشی. ممکنه برای اجتماع عوض بشی 100%. ممکنه یکی مثلا یه دزدی میکنه، یه کار خلافی میکنه، میدزنه زندان، بعد از یه مدتی دیگه اون کارو نمیکنه. اون در محیط بیرون بله، ولی در محیط درون خودت باید خودت رو اونجور ببینی که هستی. اگر نبینی به هیچ نتیجه‌ای نمیرسی. عاشق چه شد که یار به حالش نظر نکرد؟ ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست. فریاد حافظ این همه آخر به هرزه نیست. هم قصه غریب و حدیثی عجیب هست. بسیار عجیبه. شما در تجربیاتی که داشته باشید در مسائل عرفانی چیزهایی رو میبینید، دریافتهایی رو دارید که براتون بسیار عجیب خواهد بود. خیلی از این باورهایی رو که الان مثل یک بچهی که به سینه مادر میچسبه به چسبیدیم فرو میریزیم. به هر حال این مقدمه رو من برای داستان ضروری بود خدمتون بگم، دیگه بریم سراغ داستان. انکار کردن موسی علیه السلام، مناجات شبان در دفتر دوم هستش. حالا شبان صحیحه، شبان صحیحه، به هر حال یعنی چوپان. دید موسی یک شبانی را به راه، کوهمی گفت ای گزیننده اله، یا کوهمی گفت ای خدا و ای اله، تو کجایی تا شوم من چاکرت؟ چارقت دوزم کنم شانه سرت، جامعت شویم شپشاعت کشم، شیر پیشت آورم ای محتشم. چون شعرها احتیاجی به توضیح نداره من دیگه توضیحش نمیدم. دستکت بوسم بمالم پایکت، وقت خواب آید بروبم جایکت. ای فدای تو همه بزهای من، ای بیادت هی هی و هی های من. این نمت بیهوده می گفت آن شبان، گفت موسی با کی هستی این ای فلان. نمت یعنی این روش، این روش صحبتی رو که می کرد خیلی بیهوده می گفت. حضرت موسی بهش گفتش که با کی داری این صحبت ها رو می کنی؟ گفت با آن کس که ما را آفرید، این زمین و چرخ از او آمد پدید. گفت موسی های بس مدبر شدی، خود مسلمان ناشده کافر شدی. مدبر یعنی بدبخت. موسی بهش گفتش که خیلی بدبخت شدی، مسلمان نشدم. مسلمان به معنی، چون در اون زمان که اسلام نبوده، مسلمان به معنی اسم عامه. اسلام از ریشه تسلیمی گرفته میشه، یعنی کسی که تسلیم در مقابل خداست و بر این روش
عموماً اگه در مسلمون ها دیده باشید به تمام انبیا میگن، تمام انبیا اسلام رو آوردن، یعنی تسلیم در مقابل خدا رو آوردن، نه این دین اسلامی که ما الان ازش صحبت میکنیم. اسم عام هستش. این چه جاج است، این چه کفر است و فشار، پنبه ای اندر دهان خود فشار. جاج یعنی بیهوده. جاج به طور کلی یک لغتی هستش که از لغتهای فارس قدیم هست، در بیابونها خاری به ظاهرن میرویه که وقتی غذا ندارن به شتر بدن، این رو گوله میکنن، آماده میکنن، میذارن دهن شتر، شتر اینو میجوه، ولی هرچی میجوه حیوان سیر نمیشه، ولی چون داره دهنش تکون میخوره به همین خاطر خیال میکنه که داره غذا وارد معده‌اش میشه، ولی خالیه. به همین خاطر به حرف بیهوده، به حرف بی اساس میگن جاج خواهی. این چه جاج است، این چه کفر است و فشار. فشار یعنی یاوه سرایی، بیهوده گفتن. پنبه ای اندر دهان خود فشار، یه پنبه بذار تو دهن تو. گنده کفر تو جهان را گنده کرد، کفر تو دیبای دین را جنده کرد. گفت کفری که تو داری میگی دنیا رو داره کثیف میکنه. این چه حرف، این چه طرز صحبت کردن به خداست. چارق و پاتابه لایق مر تو راست، آفتابی را چنین ها کی رواست. چارق یعنی کفش، پاتابم اگر توی فیلم ها دیده باشین، چون به زمان ماها نمیخوره، در زمان های قدیم اینها یه چیزی بود، پاشونو میپوشوندن، باهاش بهش میگفتن پاپوش به اصطلاح، این رو دور پای خودشون میپیچیدن. حضرت موسی بهش میگه که چارق، کفش و به اصطلاح پاپوش، اینها لایق توه، یه آفتابی به این عظمت حقیقت وجود که این چیزها رو نمیخواد. گر نبندی زین سخن تو حلق را، آتشی آید بسوزد خلق را. آتشی گر نامدست این دود چیست، جان سیه گشت روان مردود چیست. گر همی دانی که یزدان داور است، ژاژ و گستاخی تو را چون باور است. دوستی بیخرد خود دشمنی است، حق تعالی زین چنین خدمت غنی است. راجع به این چند تا شعر که گر نبندی زین سخن تو حلق را، آتشی آید بسوزد خلق را، باید صحبت مفصلی رو با هم بکنیم. بریم بریک، برگردیم ایشالا بعد از بریک داستان رو با هم ادامه بدیم. خب تا اینجا خوندیم با هم که گر نبندی زین سخن تو حلق را، آتشی آید بسوزد خلق را. آتشی گر نامده است این دود چیست، جان سیه گشته روان مردود چیست. اینجا یه مقداری مولانا خطابشو داری میکنه رو به ما، یعنی از داستان موسی و شبان شاید به اندازه 3-4 بیت فاصله میگیره، بعد 2 مرتبه برمیگرده به سر داستان. ببینید این که میگه آتش، نه اون آتشی که ما فکر کنیم حالا کسی که کفر میگه یا کسی که چیزایی برخلاف دین میگه یه آتشی از بالا میاد و انسانها رو میسوزونه. در حقیقت صحبت سر اینه که اگر واقعا آتشی نیومده، پس چرا این صفای جونتون از بین رفته؟ این دودی که اون درون پاک شما رو گرفته در بر و روان مردود شدید و جانتون سیاه شده، این مال چیه؟ حتما یه جای آتشی هست که این دود اومده. ببینید در باورهای هر دینی به طور کلی کسانی که یک سری آداب و سنن اون دین رو انجام میدن، حالا شما فرض کنید اگه مسلمونن، مکه میرن، نماز میخونن، روزه میگیرن، مسیحیان کلیسا میرن و یا هر دین دیگه‌ای که دارن، اینها وظایف خودشون رو نسبت به اون حقیقت هستی دارن انجام میدن. در حقیقت حقیقت هستی که همون اسمش رو ما خدا میگیم، حالا
انقدر این خدا تو زبان ما تکرار شده که آدم هی سعی میکنه این اسم رو به زبون نیاره، ولی این خدا در حقیقت شده یک آدم، شده یک انسان، از یه چیزهای خیلی خوشش میاد، از یه چیزهای خیلی بدش میاد، و انسان هم در مقابل اون به خاطر دستمزد، به خاطر تشکر در قبال آفرینشش و نعمتهایی که بهش داده شده، موظف میدونه خودش رو که یک سری ستایش ها و یک سری نیایش ها به جا بیاره تا اون خدا از این خرسند باشه. شما اگر ببینید شبان پابند این داستان ها نیست. شبان داره با خدای خودش اونجوری صحبت میکنه که دریافتش کرده، اونجوری داره با اون حقیقت هستی ارتباط برقرار میکنه که دریافتش کرده. در سنت های دینی ما باید طوری رفتار کنیم که به ما گفته شده، و حالا به هر دلیلی میدونیم که خدا گفته که من اینجور دوست دارم. دوست داشتن خدا، چون وقتی خدا شبیه میشه به یک انسان، شبیه میشه به یک سوپر انسان، یک انسان حالا قدرتمندتر، بالاتر، در واقع همون صفتهای انسانی رو داره. همون جوری که من از فرزندم خوشم میاد، علاقه دارم، بهش مهربونی میکنم، همسرم و یا خیلی سای دیگه زندگی، اون هم از این چیزها خوشش میاد، اون هم این چیزها رو دوست داره. و در واقع من تصوری از یک خالق یا اون حقیقت درست میکنم در ذهن خودم، حقیقتی رو میسازم که خیال میکنم که این ساخته من همون اونه. در واقع من یک حق و حقوقی که اون داشته به جا آوردم و حالا وظیفه اونه که یک سری به من پاداش بیشتری بده. شما نگاه کنید، حالا به دور از تمام فلسفه بافی ها، به دور از تمام این علوم کلام، به قول مسیحی ها حرف خیلی خوبی میزنن، در عرفان مسیحیت شما زیاد میبینید، میگن هر جایی که علم کلام شروع میشه ایمان به آتش کشیده میشه. به غیر از تمام این فلسفه بافیایی که می کنیم، آیا غیر از اینه مگه؟ من یه سری وظیفه داشتم در قبال این اعلی حضرت، این پادشاه، این سوپر انسان انجام دادم و اون هم باید در قبال من، خب حالا نعمتهایی رو که میخوام بهم بده. و حتی یک قدم از این هم جلوتر میرم و به اون جایی میرسم که میگم که خب من که وظایفم انجام دادم، حالا محقم به خیلی کارها، راجع به خیلی کارها صحبت نشده، خب من انجام میدم. این در حقیقت روان ما رو، جان ما رو با توجه به پایبندی به تمام اصول اون دین و فروع اون دین و اون آدابی که به ما گفته شده سیاه میکنه، چون در زیر این ایمان وجود نداره. در زیر این ایمان به معنی یک دریافت، من اصلا صحبتم ایمان دینی نیست که من قبول دارم این دین، مثلا حالا هر دینی هستش، از طرف خداست. در حقیقت دریافتی رو که انسان داره از دست میده در قبال یک معامله، یه معامله‌ای که تو من آفریدی، منم که آدم خوبی هستم. ببینید حتی ما اگر فکر روشن فکرانه میکنیم، از دین میایم یه مقدار کنار، بعد میگیم که خب من که آدم بدی نبودم، چرا مثلا ورشکست شدم، چرا بچه‌م مریض شد، چرا بچه‌م مرد، چرا نمیدونم این اتفاق بد یا اون اتفاق فلان، من که میدونم آدم بدی نیستم. در حقیقت ما یک تصوری مثل انسان از خدا داریم، یعنی میگیم که خدا هم اونجوری که من وقتی بچه‌م بچه خوبیه از خونه بیرونش نمی‌کنم، خدام نباید منو بیرون کنه، من به وظایف خودم عمل کردم. این آتشی رو روشن کردیم که در واقع بدون اینکه هیچ گونه ارتباطی با خود اون حقیقت داشته باشیم، بدون اینکه اصلا بدونیم چی داریم میگیم و چی کار میکنه و به چی معتقدیم، یک توهمی رو ساختیم، یک خیالی رو ساختیم و ارباب شریعت
در ساختن این تخیلات اونچنان بر به ما کمک کردن و اونچنان ما باور کردیم که این تخیلات ما درسته، که زمانی که صحبت از این حرفا میشه که حتی در خود ادیان این صحبت ها به این صورتی که شما دارید میشنوید نشده، باز حکم تکفیر صادر میشه. ببینید یک حدیثی رو من براتون بخونم از امام باقر شیعیانه، پنجمین امام. این حدیث از حدیث های خیلی معتبر شیعیان در کتب اربعه نیستش، در کتاب منبع الانوار و کتاب جامع الاسرار من این رو دیدم. این کتاب مال حاج سید حیدر آملیه، از فقها و شیعیان به نام در میون فقها. و جالب اینه که هنری کوربون، اگر آشنایی داشته باشین، از مستشرقین خیلی به نام هستش. یک تصحیح و مقدمه رو این نوشته و تصحیح و مقدمه دیگه از عثمان اسماعیل یحیی رو این هستش. ببینید این صحبت ها صحبت ضد دینی نیست. در صفحه 42 این کتاب از امام باقر و همینجور از امام صادق نقل میکنه که وقتی که مورچه میخواد با خدا ارتباطی برقرار کنه، تصور میکنه اگر خدا دوتا شاخک نداشته باشه نقصی در وجودشه. به همین خاطر اگر مورچه خدا رو تصور کنه با دوتا شاخک تصور میکنه. شما هم خدا رو دارید، اون حقیقت هستی رو دارید اون جوری تصور میکنید که یک انسان هست. شما با حقیقت هستی به اون صورتی که حقیقت هستی هست روبرو نمیشید. به همین خاطره که جان آدم سیاه میشه، صفای درونی انسان از بین میره و این دود اون آتش وهم و تخیله. امام محمد غزالی، من به خاطر این اسما رو تکرار میکنم چون اینها از بزرگان اسلام هستند، یعنی اگر در مسلمون بودن اونها شک باشه، چون تمام پایه‌گذاری فقه ما، تمام فقه اسلام، نه فقط شیعه، حالا امام محمد غزالی که شیعه نبوده، با اینهاست. ببینید میگه فقه، این چیزی که ما به عنوان این میدونیم که آقا برم مکه و برم نمیدونم این کارو انجام بدم و اون کارو انجام بدم، اگر ارتباط انسان با منبع هستی، با اون خدا گرفته بشه، فقه چیزی جز رتخ و فتخ امور دنیوی نیست. در 1100 سال پیش این صحبت رو میکنه. یه نفر میخواد زن بگیره، خب باید یه قانونی باشه یه جوری بره زن بگیره. یکی آدم میکشه، یه جور باید برجا تنبیهش کنن. حالا اگه قوانین شریعت هم نباشه، با قوانین مدنی میشه اینها رو انجام داد. احتیاج مبرمی به این قوانین نیست. اما اون چیزی رو که شما احتیاج دارید دل، اون حرکتی که در دل وجود داره. ما فقط به دنبال این هستیم که خدا رو پیدا کنیم، که باورش کنیم. در حقیقت همون اون جنگ هایی که با خودمون میکنیم برای اصلاح شدن خودمون. همه ی صحبت ما در اینجا این بود که شما نه بجنگید نه به دنبال خدا برید، فقط و فقط خودتون رو ببینید. خودتون رو ببینید، در حقیقت خدا رو دیدید. احتیاج به جنگ کردن با خود نیست. اگر فطرتت، جانت سیاه شده، روشنی فطرت در تو خاموش شده، تو باید اون رو ببینی، نه اینکه هی تلاش کنی به این در و اون در بزنی. دقت میکنی تمام این صحبتهایی که من در این مدت میکردم در حقیقت در یک کلمه صداقت با خود بود، که من ابدا دنبال این موضوع نیستم، من دنبال یه آرامش روانیم. دیدید امروز از مثنوی خیلی جاها استفاده میکنن برای درمان دیپریشن ها، درمان افسردگی ها. خب اون یه راهیه، من نمیگم هست یا نه، میشه یا نمیشه، اما ما به جایی در این مثنوی نگاهمون رو دوختیم
که فوق تمام این مشکلات و درد هاست. در جلسه اول خدمتون گفتم شادمانیه که در اون شادمانی دیگه جون شما سیاه نیست، روان مردود نیست، پاکی وجود داره. میگه اگر دودی نی آتشی نیمده و دودی نیست، این جان سیاه تو مال چیه؟ صفای درون رو از دست دادی برای چیه؟ یه عده بدبخت دیگه هم خیال میکنن که واقعا کسی که داره این آداب دینی رو انجام میده پس حتما رسیده خوش به حالش. حالا چهار تا چیزی دیگه هم از تو میبینن، گمراه تر میشن. هم خودت رو از بین میبری، اینی که میگه آتشی آید بسوزد خلق را، در حقیقت نه تنها خودت رو از بین میبری، دیگرانی که تو رو نماینده اون خدای خیالی که شبیه انسانه خوشش میاد و بدش میاد، نمیدونم مهربونه، نمیدونم غضبناک میشه، نمیدونم همه این صفتایی که ما داریم به اون میدیم، اینا خیال میکنن تو بغل دست اون خدا نشستی. خودت که سیاهی هیچی، اون انسانها رو هم سیاه خواهی کرد. گر همی دانی که یزدان داور است، ژاژ و گستاخی تو را چون باور است. ببینید، اگر تو به اون جایی رسیدی که میدونی یزدان داوره، اگر دیدی این موضوع رو در تماما در زندگی همون دیدیم، نمیتونیم کسی رو داشته باشیم که بگه من در زندگیم این تجربیات رو نکردم. تویی که میدونی یزدان داوره، یزدان جایی نشسته که قضاوت میکنه، چرا سرشو کلا میذاری؟ ژاژ و گستاخی تو را چون باور است؟ تو که میدونی این از تو به تو نزدیکتره، دیگه چرا سر اونو کلا میذاری؟ اون وقتم همش طلبکار هستی، حالا یا از خدا یا از زندگیت، که آقا من که آدم خوبم چرا این اتفاق برای من میفته؟ حالا در جلوتر متوجه یه مسئله تو داستان میشیم، حکمتی رو که حکمت الهیه به اون صورتی که ما میبینیم و انسانیش میکنیم. اگر من به این پادشاه خدمت نکردم، حالا مستحقم که سر بچه‌مو ببره. حالا که من نرفتم برای این خدا خرما ببرم، آب و دون ببرم یا در مقابلش تعظیم کنم، پس حق داره همه بلا سر من بیاره. این خدایی رو که تو داری به این صورت تصویرش میکنی و دنبالش میری، در حقیقت چیزی نیست جز ساخته ذهنت، و این ساخته ذهنت به خودت بر میگرد. در ادامه همون حدیثی که خوندم میگه که امام باقر میگه که در حقیقت این قضاوت شما به خودتون بر میگرده. اون چیزی که در جهان باید اتفاق بیفته اتفاق میفته، خارج از این که ما چه خدمتهایی در حق اون خدای خیالی میکنیم و یا چه کفرهایی رو میگیم. به هر حال دوستی بیخرد خود دشمنی است، حق تعالی زین چنین خدمت غنی است. در نظر داشته باشید اگر دوستی و رفاقتی رو که با حقیقت پایه میگذارید، هر نوع ریشه‌ای داره، این دوستی که بیخردانه داره انجام میشه، ریشه بیزینس داره، ریشه دینی داره، ریشه توهمات و تخیلات دینی داره و هزاران هزار چیز دیگه، این رو بدون در حقیقت داری دشمنی با خودت میکنی. تو اگر دوستی و اون رو داور میدونی، داستان بسیار ساده است. ساده برخورد کن. دروغ گفتی، دروغ گفتی. حسادت کردی، حسادت کردی. کارهایی رو که انجام دادی اون جوری ببین که هستی، بدون که اون داوره، بدون که اون بر تو ناظره و تو حرکات تو رو داره اون جوری میبینه که در زیر این انبرها و مشکات رو پنهانش کردی. تو خیال میکنی مثلا در مقابل چهار تا انسان خودت رو خوب نشون میدی، اون هم به همین راحتی این چیزها رو از تو میپذیره؟ پس در نظر داشته باشید اصل تمام این صحبت ها باید برگرده به صداقت با خود. برحال با کی میگویی تو این با ام و خال، جسم و حاجت در صفات ذوالجلال؟ میگه با کی داری این حرفا رو میزنی؟ با عموت یا داییت؟ خال همون خالوه، به دایی میگن.
خالو در صفات ذوالجلال که جسم و حاجت وجود نداره. برمیگردیم دوباره سر داستان، از اینجا برگشت دو مرتبه سر داستان. من قبل از اینکه برگردم سر داستان، توجه به این نکته ها بکنید. خیلی جاها دقت کنیم، انقدر نگیم میدونیم اینا رو، والله نمیدونیم. ما خیلی جاها ببینید، خیلی از این دوستان، یه شعری داره مولانا در دیوان کبیر، حالا شاید یه وقت انشالله با هم بخونیم، که قوم به حج رفته کجایید کجایید، شاید انشالله که همه اینجور که نیستن، حالا بعضی رو ما داریم میگیم. ببینید 10 دفعه میره مکه بر میگرده و هر دفعه ای هم که داره این صحبت رو میکنه که من رفتم چه جلایی دیدم، چه نوری تو، داره دروغ میگه و من بیننده دارم این دروغ رو باور میکنم. وقت شما میگید آقا روان سیاه یعنی چی؟ دروغ میگیم، میدونیم داره دروغ میگه و این دروغ رو باور میکنیم، میگیم بالاخره رفته کاری که این خدا خیالی خواسته انجام داده، این توهم خواسته انجام داده. اون که نمیتونه آدم بد باشه، من آدم بدم که به فکر رفتن انجام دادن مراسم دینی نیستم. من فقط منظورم به اسلام نبود، همین مثال رو چون در خود دیوان کبیر مولانا میگه زدم. در نظر داشته باشید انجام وظایف دینی برای یک خدای خیالی به معنی نزدیکی فرد به خدا نیست. ما نمیخوایم حکم کلی، اصلا ما نمیخوایم حکم به کسی بدیم. ما میگیم رو ظاهر کسی هم شما حکم ندید، میتونه باشه میتونه نباشه. میتونه بودایی که به خدا به زبان میگه اعتقاد ندارم آنچنان نزدیک باشه که منی که ذکر مثلا سبحان الله از زبونم نمیفته فاصله های آنچنان دوری داشته باشم که تصور نکنم. این همون آتیشیه که به جون من میفته و روانم رو سیاه میکنه. به ظاهر زیاد نگاه میکنم، فقط ظاهر ملاک منی. پس در نظر داشته باشیم، این از اون صحبت هاییه که خیلی بهش دقت کنی. هیچ موقع نیاید رو این حساب آقا اشتباه رو تو کردی، تو چرا رو این ظاهر رفتی جلو، چی گفته خدا خوشش میاد، کجا خدا با تو صحبت کرده، من از این خوشم میاد بدم میاد. از خدایی صحبت کن که با تو صحبت کرده، این همون بودایی که اصلا دیگه حرفی برای گفتن نداره، تمام وجودش. من نمیخوام از مذهب بودا دفاع کنم ابدا، همچون چیزی نیست، وقتی خدای نکرده سوء تفاهم نشه، چون در خیلی از این ادیان سامی اینها تکفیر میشن به شرک، بت پرستی، نمیدونم اینجور تهمت ها به اینها زده میشه. شما ببینید حالا فقط بودایی نگیم، خیلی کسایی دیگه اصلا دین ندارن، اصلا ما صحبت این دیگه چیز به خصوصی رو نکنیم، اون چنان پره که رفته بیاند اون طرف هپینس، شادی، غم، فکر، در جایی داره زندگی میکنه که اصلا تصورش حتی تو اون عالم خیال برای من نمی گنجه، ولی به زبون میگه اصلا خدا رو قبول ندارم. ما اینو که نگاه نمی کنیم، حال این رو که نمی بینیم، فقط ظاهری رو می بینیم که آقا این طرف مراسم دینی خودش رو درست انجام میده، پس آدم خوبیه. به هر حال برگردیم سراغ داستان. گفت با عمو و خالت، عمو و دایی داری صحبت میکنی، شیر او نوشد که در نشو و نماست، چارق او پوشد که او محتاج پاست. شیر کسی میخوره که احتیاج به رشد داره، کفش هم کسی میپوشه که پا داره. ور برای بندش است این گفت تو، آنکه حق گفت او من است و من خودو، آنکه گفت انی مرضت و لم تعد، من شدم رنجور او تنها نشد، آنکه بی یسمع و بی یبصر شده است، در حق آن بنده این هم بیهوده است. ببینید میگه که اگر تو حالا دو مرتبه این نشونما رو گفت، دو مرتبه یه حرف خودش رو داره میزنه. این قسمت ها تماما حرف مولاناست، در هیچ داستانی نه در فتوح رازی نه در جای دیگه پیدا نمی کنی، اینها فقط منحصرا گفته های مولاناست. میگه حالا اگر تو میخوای به من بگی که من این صحبت ها رو برای خدا نمی کنم، برای بنده خدایی می کنم که اون خدا گفته من اونم و اون منه، بعد بلا فاصله ببینید، بلا فاصله برای این که
ذهن نره روی صحبت‌های ضد دینی که انسان یعنی خداست. حدیثی رو میاره، این حدیث به تواتر در کتب اهل سنت وجود داره، در صحای سته هست، در کتب اربعه شیعه من این رو ندیدم، فقط تر تنها جایی که اینو دیدم در سفینت البحار هست. حالا اگر بعدها دوستانی که میشنون یا اگه خواستن دنبال کنن، جلد 2 صفحه 534 و 535 این حدیث در سفینت البحار هست. این حدیث از امام محمد باقر نقل شده و در اهل سنت مستقیم از خود پیغمبر نقل شده. میگه در روز قیامت خدا به بعضی از بنده ها میگه که تو چرا من مریض شدم نیومدی از من عیادت کنی؟ بنده خدا به خدا میگه که تو پاکتری از این که مریض بشی و احتیاج به عیادت من داشته باشی. میگه آره، ولی وقتی که فلانی مریض شد من بودم که مریض شدم، وقتی که دل اونو رنجور کردی دل منو رنجور کردی. یادتون نه صحبت میکردیم انسان خدایی، یعنی این قطره الهی. ببینید خدای جهان آفرین در فرهنگ ما، در فرهنگ عرفانی ما، یک خدای واحده و بسیار دور از ورای خیاله. حالا در جاهایی که بحث مرگ حقیقی رو در قبال مثنوی داشته باشیم میبینید که مولانا تقسیم بندی میکنه. اشعار بسیار معروفی رو که شنیدید، از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان سر زدم الی آخر، که آدم از گیاهی مردم و سری تکاملی بشر به حیوان تبدیل شدم و آدم شدم و بعد حمله دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملائک بال و پر، از ملک هم بایدم پران شوم، آنچه اندر وهمم ناید اون شوم. عالم ملک رو عالم وهم میدونه، وهم نم که موهوم دروغه، نه. ما بعد از علم جسمانی در تقسیماتی که مولانا میکنه وارد میشیم به دنیایی که این دنیای خیاله. شما این رو در فلسفه ملا صدرا به صورت استدلال فلسفی میبینید و بعد از خیال وارد میشید به عالمی که بهش میگه عالم عدم. پس عدم گردم، عدم چون ارقنون، گویدم انی الیه راجو. یعنی در واقع میگه گستره اصلی حیات عدمه، خیال حیات رو یک مقدار تنگتر میکنه، مچالتر میکنه، کم رنگتر میکنه، و علم جسمانی و آگاه شدن بر جسم کاملا دیگه چروکش میکنه، از بینش میبره. شد؟ و این آفریدگار جهان قابل دسترس ذهنی برای هیچ کس نیست و اون حقیقت هستی اگر به ذهن انسان بیاد بتونه با ذهن درکش کنه، پس قابل تحلیل میشه. حتی با خیال که قوه بسیار قویه، من چندین بار اینو توضیح دادم خدمتون، شما خیال رو با خیال بافی در نظر نگیرید. خیال مهمترین، بزرگترین قدرتیه که ما داریم. اگر نگیم از تعقل بالاتره، به قول خیلی از فیلسوفا که گفتند حداقل هم وزن تعقل هست. از همه اینها باید بگذاریم، اما ما رو متوجه یه نکته‌ای میکنه و اون اینه که اون خدایی که روحش رو و قطره‌ای رو به عنوان فطرت در تو گذاشت، تو همون نشو و نما رو داری. و اینجا میگه ببین، از پیامبر، از امامان شما هستش که چرا نرفتی بنده من رو ببینی؟ بنده من منم، منم بنده منم، هیچ چیزی بین ما نیست. همون بحث انسان خدایی رو که با هم قبلا داشتیم. به هر حال میگه که این حدیث رو میاره که اگر تو حتی داری با بنده از خدا صحبت میکنی که اون الهی شده و اون به اصطلاح رسیده، واصل شده، وصل شده به خدا، آنکه بی یسمع و بی یبصر شده است، در حق آن بنده این هم بیهوده است. اگر خاطرتون باشه یه حدیث رو من یه زمانی اینجا براتون خوندم، این در تقریبا تمام کتب شیعه هست، در وسائل شیعه هست که جزء کتب اربعه ما هست و در کتب اهل سنت هم وجود داره. میگه بنده من به جایی میرسه که خدا با گوش اون میشنوه، با چشم اون میبینه،
با دست اون عمل میکنه، با پای اون راه میره. یعنی در حقیقت اون توانایی در این جسم به جایی میرسه که انسان تبدیل به خدا میشه. در حقیقت خدا خودتی. اگر در قبال اون بنده‌ای هم که به این مرحله ها رسیده داری این صحبت رو میکنی، این حرفم بیهوده است. موسی به شبان میگه بی ادب گفتن سخن با خاص حق، دل بمیراند سیه دارد ورق. من در بالا چی خدمت شما گفتم؟ زندگی قانون خودش رو داره و رو قانون خودش انجام میده، میره جلو. یک نکاتی رو به ما یادآوری میکنه. من اینها رو، چون بحث استدلال نیست، بحثیه که اینها به ما یادآور شدن، میگه مواظب باشید با خاصان حق بی ادب صحبت نکنید. من یک ساعت این صحبت ها رو کردم، جلسه قبلم گفتم خاصان حق رو اون کسانی نبینید که بهتون معرفی میکنن. خاص حق رو خودت باید بهش برسی و متوجه این بشی، با اون ارتباطات درونیت، با اون ارتباطات قلبیت، با اون چیزی که ورای ذهنه، این خاص حقه. این کسیه که وصل شده به اون ادب. میتونی یک بودایی باشه، میتونی یک کافر باشه، میتونی کسی باشه که اصلا به زبون نمیاره هیچی رو و میتونه مقدس ترین مقدس ها باشه و این خاص دین نباشه. میتونم دین مدار باشه و باشه. هیچ قضاوتت رو رو چیزی نذار. اون صحبتی که تشخیص رو از دست ندید، به جایی نرسید که تشخیص از دستتون بره. هر کی رو که گفتن آقا 1 میلیون آدم دنبال اینه، 10 میلیون، 100 میلیون دنبال اینه، همه که اشتباه نمی کنن که. آقا تمام دنیا دنبالش باشن، چی رو عوض میکنه؟ تا خود تجربه نکردی نکن. تمام دنیا میگفتن زمین مسطحه، 2 نفر گفتن آقا زمین گرده. همه دنیا غلط میگفتن، اون راست میگفت. اگه جمعیت رفت بالا، تعداد زیاد شد، که حقانیت درشون نیستش که. به هر حال یک نصیحتی رو میکنه، یک صحبتی رو میکنه که اگر خاص حقی رو پیدا کردی، اگر کسی رو پیدا کردی که خودت به این نتیجه رسیدی که خاص حقه، بفهم که با اون چجور صحبت میکنی. چون اگر مسیر رو اشتباه بری، ممکنه دلت سیاه بشه. گر تو مردی را بخوانی فاطمه، گرچه یک جنسند مرد و زن همه. میگه اگه یه مردی رو فاطمه بخونی، ببینید خیلی ساده من بگم، خیلی از آدمایی که شاید فکر میکنن که مولانا خیلی به جاها زنان رو کوبیده یا فلان، خیلی راحت صحبت میکنه که آقا مرد و زن همشون یکیان، همشون یه جنسن، همشون انسانن، هیچ فرقی بین اینا وجود نداره. قصد خون تو کند تا ممکن است، گرچه خوشخو و حلیم و ساکن است. قدیم ها، نمیدونم امروز هم هنوز اینجوری یا نه، اگه شما اسم یه آقایی رو به اسم خانوم صدا میکردین، خیلی عصبانی میشد، یعنی بهش میگفتین تو زنی. این با وجود این که خب زن و مرد انسانن، ولی این توهم در اینا بود، میگفت چون این منو زن خونده، قصد جون آدم رو میکرد، حالا هر چقدر که صبور و ساکن بود. فاطمه مدح است در حق زنان، مرد را گویی بود زخم سنان. زخم سنان این زخم نیزه. میگه برای زن فاطمه مدحیه، ولی اگر برای مرد بگی زخم سنانه. دست و پا در حق ما استایش است، در حق پاکی حق آلایش است. ما این که اگر بگیم دست داریم، پا داریم، یکی برگردی بگی کوری، چلاقی، بهش بر میخوره، ولی بگی سالمه، ستایشیه براش. ولی همین این سلامتی که برای ما سلامته، برای خدا ناپاکیه، آلایشه. لم یولد او را لایق است، والد و مولود را او خالق است. این شعر رو من در جلسه، چون این جلسه نمیرسیم، که یک بحثی هست، بحث این که انسان هر چیزایی که در ماده وجود دارن، ماده یا به وجود میاد یا عامل به وجود آورنده میشه، ولی واجب الوجود به قول فیلسوف ها نه زاییده میشه و نه میزاد. نوع خلقتش، نوع هستیش با ما متفاوته. راجب این اجازه بدیم، چون امشب نمیرسیم زیاد صحبت کنیم، چون میاد توی بقیه داستان صحبت کنیم با هم در جلسات بعد. هرچه جسم آمد ولادت وصف اوست،
هر چی که ماده باشه، جسم باشه، به وجود میاد. هر چه مولود است او زین سوی جوست. هر چیزی که تولدی داره، آفرینشی داره و آفرینندگی رو داره، چیز دیگه رو به وجود میاره، این مال عالم جسمانیه. زان که از کون و فساد است و مهین، حادث است و محدثی خواهد یمین. هر چیزی که از این عالم ما هستش، از این دنیای ما هستش، مال دنیای کون و فساد، مال دنیای مکان هستش، این حتما حادثه. حادثه یعنی چیزی که پدید اومده، به وجود اومده و مسلماً پدید آورنده داره. پدید آورنده عامل و علت قبلیشه. هر چیزی که به وجود میاد، خب 100% از نظر چه علمی چه عقلی، به وجود آورنده ای در یک علتی هست که اینو به وجود آورده. حالا مثلا میگم آب بخار میشه به خاطر گرمایی که بهش داده میشه، شکل این که عوض شد، حادثی که به اصطلاح صورت این تغییر کرد، یک به وجود آورنده ای میخواد. تا اینجا صحبت های حضرت موسی بود با این آقای شبان و شبان رو نصیحت کرد که تویی که داری این حرفا رو میزنی تماما کفره و نباید این صحبت رو بکنی. چوپان در جواب گفت، گفت ای موسی دهانم دوختی و از پشیمانی تو جانم سوختی. حالا شما حساب کنید، یک انسانی که بدون آلایش های فکری، علمی و عقیدتیه، دریافت های درونی داره، توجیه فلسفی نمیتونه بکنه، بلد نیست تئوری بسازه، بلد نیست که از طریق علم کلام با یه موضوعی برخورد کنه، یک ارتباطی رو برقرار کرده که یک انسان ناندرتال هم میتونه برقرار کنه. این اصلا نمیخواد انسان پیشرفته باشه. مثال همون جریان الکتریسیتی که براتون زدم، حالا یک پیغمبر خدا، یک پیغمبر بزرگ خدا اومده زده تو دهنه این. ببین، منی که با خدا واقعا در تماسم و منی که از خدا وحی میگیرم و مستقیم باهاش صحبت میکنم، تو راه غلطی رفتی، این راه کفرآمیزه و مورد غضب خدا قرار میگیری. جامه را بدرید و آهی کرد تفت، سر نهاد اندر بیابانی و رفت. تفت یعنی سوزناک، خیلی آتشین. این شبان جامش رو پاره کرد و یه آهی کشید که یعنی دریافت من، فهم من، اون چیزی رو که من حس کردم همش دروغ بود. یعنی من یه مشت خیالات متوهم برای خودم درست کرده بودم و خب دیگه این پیغمبر خداست داره خیلی صریح و مستقیم به من میگه که تو اشتباه کردی. و سر گذاشت به بیابون و رفت به بیابون. جلسه بعد انشالله داستان رو ادامه میدیم با هم. عتاب کردن حق تعالی موسی را علیه السلام از بحر آن شبان، این صحبت جلسه بعد ما خواهد بود. خسته نباشین انشالله تا هفته دیگه. سلامت بشین.